آقای یوسف زی، بدون شک حالا پدیده تگدیگری در شهر کابل به حدس و گمان ما به عنوان یک شهروند چیزی است که غیر قابل مهار، به خاطر از اینکه وزارت کار و امور اجتماعی با نهادهای مرتبط به این اقدام های متعدد را انجام دادن، به خاطر جمع آوری با سرمیاشت جمع آوری گداها از سطح شهر کابل، ولی دیدیم که این کار زیاد دوامدارم نبود، زیاد عملی و منطقی هم نبود. چیزی که عنوان میشه حالا مسئله خیلی مهم مسی است که شناسایی افراد چگونه باید صورت بگیره، گدای حقیقی کی است، گدایی که در نقاب گدا میان وارد شهر میشن و دست به این اقدام ظاهرا میزنن ولی در عقب نقاب کارهای دیگه که ما قبلا در مقدمه بحث گفتیم، یعنی قاچاق مواد مخدر، مختل کردن نظم عامه یا همان مسائل استخباراتی، این شناسایی افراد چگونه باید با کدام میکانیزم و راهکار صورت بگیره؟ تشکر. ضمن عرض سلام خدمت شما و میمانای حاضر در بحث، میخوایم با یک مقدمه کوتاه در رابطه با سرمیاشت آغاز بکنم که جمعیت افغانی سرمیاشت یک نهاد مستقل غیر وابسته و غیر جانبدار بشری در افغانستان است که از بیش از 80 سال به این طرف حضور فعال در جامعه داشته. وظیفه اساسی و بنیادی جمعیت افغانی سرمیاشت رسیدگی و پاسخگویی به حوادث طبیعی و غیر طبیعی میکنه. اما قسمی که آقای افتخاری اشارات داشتن، جمعیت افغانی سرمیاشت عضو کمیسیون بود که سال قبل ایجاد شد تحت فرمان جلالت مآب رئیس جمهور وقت و ما فعالانه حصه گرفتیم در عرصه جمع‌آوری گداها. سرمیاشت برش بسیار سخت است که با اعمال فشار و قوی قهریه چون در اختیار نداره عرضه خدمات بشر دوستانه بکنه و ای در مغایرت با اصولش قرار داره. از او بود، از این جهت ما بر ما یک اندازه سخت است که ما یک تعریفی را بتیم که چگونه میتونیم اینا را جمع آوری بکنیم. بدون شک سرمیاشت آماده است، آنچه که در محدوده صلاحیتش است، در محدوده امکاناتش است و در مغایرت با اصولش قرار نگیره در این عرصه پاسخگویی میکنه. مثل چنانچه ایامی که کمیسیون فعال بود برای بیشتر از 4000 کسایی که شناسایی شده بودند جمع آوری میشد از آدرس های مختلف، ذریب همکارای ما در کمیسیون، نهادهای امنیتی و اونا این خدمات را شده. سرمیاش در پهلوی ازی که کارهای بشردوستانه میکنه و کسایی که دقیقا متضرر شدن از حوادث طبیعی، یک ریاست داره به نام مرستون یا آسایشگاه. در اونجا دقیقا افراد نگهداری از این قبیل میشه، افرادی که معلول هستن، معیوب هستن یا چیزی در بساط ندارن و یا کسایی که دست به تگدیگری میزنن، فکر میکنم اگر اشتباه نکرده باشه. دقیقاً. ولی حالا ریاست سرمیاش دقیقاً شاید یک میکانیزم یا روی کرده داشته باشه به خاطر شناسایی افراد، که افرادی که واقعاً به خاطر مجبوریت های اقتصادی یا شرایط بد زندگی دست به این کار میزنن کی ها هستن و کسایی که با استفاده از این کار، یعنی استفاده ابزاری میکنن از این کار و برنامه های گسترده و کلان خود را عملی میکنن. این میکانیزم وجود دارد در سرمیاشت؟ شما دقیقا واضحا اشاره کردین در رابطه با مرستون ها. ما 5 مرستون داریم در ولایت بزرگ افغانستان مانند کابل، مزار شریف، هرات، قندهار و جلال آباد. این مرستون های ما در روشنایی طرز عملی که برشان تدوین شده اینا مستفید شونده های خدا میپذیرن. واضح است که بیشترین کسایی که در مرستون به سر میبره اونا کسایی هستند که بنابر عوامل مختلف امور معیشتیشان مختل شده و اونا توان امرار معاششان نداره. برای یک مدتی که در طرز عمل پیش بینی شده ما در مرسون پذیرفته میشه، صرف نظر از اینکه اونا تگدی میکنن و یا نمیکنن. حالا چند بار همین کمیسیونی که تشکیل شده بود در زمان حکومت آقای کرزی به خاطر جمع آوری گداییان یا تگدیگران از سطح شهر کابل شما اقدام کردین، چقدر موفق بودین به خاطر شناسایی افراد و جمع آوری این افراد و جلوگیری از دوباره رجوع کردنشان به این پدیده و این کار؟ آقای افتخاری بیان کردن که او کمیسیون فعال بود، سرمیاشت منیست یک همکار فعال که سهم بیشتری را در قسمت عرضه خدمات به می طبقه اشخاص داشت، عضویت داشت او کمیسیون. رقم دقیقش با آقای افتخاری گفتن در محدود 4000 پیشمار راجستر است، بیشتر از 4000 کسایی که تکدی میکردند و اونا ثبت و راجستر شدن. یک تعداد زیادی از متاسفانه یا بیرون از مرز وارد شده بودند که اونا با تضمین سفارت های مطبوعشان دوباره اجازه یافتند که خارج شوند
و تعدادشان هم چون احتیاط به مواد مخدر داشتن یا بعضی مشکلات دیگه داشتن که مربوط به سرمیاشت نمیشد، ولی کاتگوری خاصی که مرتبط به سرمیاشت بود و نیاز بود که طبق مترز عمل وارد مرسونا شد و اونا جلب جذب مرسونا شدن و از خدمات سرمیاشت مستفید شدن. ممنون. آقای افضلی، بگذارید که از شما پرسم در رابطه با این وضعیت پیچیده امنیتی که متضرر میشه گاه و گاهی هم دقیقا سر زبان ها میاد و در سرخط رسانه ها قرار میگیره، یعنی مسائل داغی که حالا در سرخط رسانه ها است، بعد امنیتی افغانستان است، چیزی که در اینجا خیلی نگران کننده است، دامنزن به مسائل امنیتی از ابعاد مختلف است که یکی هم مسئله تگدیگری است و گدایانی که در شهر کابل. ما چندین بار سر خوردیم با کسایی که اصلا زبانشان را نفهمیدیم، چهره هایشان متفاوت بوده تا افغان ها، زبانشان هیچ گاهی ما نفهمیدیم کی از کجا است، از کجا آمده. شما که مسئول تحقیقات جنایی هستین در فرماندهی کابل، چند بار با این افراد سر خوردین؟ یافته های شما از عوامل تگدیگری در افغانستان چی است؟ چگونه شناسایی کردین؟ اقدام کردین به این کار یا نه؟ تشکر. اولا سلام خدمت شما مهمانای عزیز و بیننده های عزیز تلویزیون. یقینا که پلیس یا وزارت امور داخله وظیفه تامین امن و نظم در اجتماع دارند، به می ترتیب مبارزه با جرم. تکدی یا گدایگری یکی هم از عوامل است که نظم اجتماع را بر هم میزنم. واضح است که در شرایط امنیتی یک کشور خصوصا شهر کابل تاثیرگذار است. ما در جریان وظایف بارها دیدیم مشکلات امنیتی را و مشکلات ایجاد نظم که وظیفه وزارت امور داخله است به وجود آورده. خب تشخیص عوامل واضح است که کار وزارت امور داخله است که عواملی که تاثیرگذار سر موضوعات تدابیر امنیتی، امن و نظم در اجتماع و در مبارزه با جرم ایره به مقامات رهبری دولت پیشکش میکنه، اما وظیفه برطرف کردن عوامل که تاثیرگذار است کار وزارت داخله نیست، بلکه کار هر دولت و یا مقامات رهبری دولتی میباشه. در ارتباط گدایی که عوامل مختلف داره، بعضی از اثر فقر، ناداری، ناتوانی یا معلولیت سبب میشه که به تگدی روی میاره و بعضی عوامل دیگه هم وجود داره که بعضی اشخاص افراد حرفه تگدی را پیش روی میگیرن. اعتیاد به مواد مخدر هم میتونه شده که به تگدی روی آورده شود. بعضا منیس یک حرفه از این استفاده شده، منیس یک گروه تنظیم شده و افراد معلول و معیوب در جامعه، در سرک ها، پیاده روها ای را جابجا میکنن، از این به شکل تگدی استفاده میکنن. همسال از این در شهر کابل بعضا نشانه ها یا معلومات های ما در دست داریم که از بخش اقشاری که به تگدی روی آوردن استفاده جرایم اخلاقی هم صورت میگیره و بعضا از شیوه تگدی در فعالیت های جرمی هم استفاده میشه. در موضوعات تروریستی قسمی که شما در جریان هستین، ما دو حادثه تروریستی داریم به شکل یک تگدی یا گدایگری در جاده عام انتحار کننده توقف کرده و به عنوان گدایگری عامل قضای تروریستی و انتحاری شده است. به این ترتیب ما منیس مسئولین امن و نظم در جامعه همکار هستیم با بخش هایی که در این راستا موظف هستند یا خدمت میکنند. اگر در راستای شناسایی گدایگران یا تکدی یا ضرورت باشه، وزارت داخله یا قماندانی امنی کابل حاضر است. همچنان به ارتباط جلب از یا به مراکز آسایشی هم وزارت داخله همکاری داره، همزمان حاضر است که با این مراجع کمک بکنه. آقای افضلی، بدون شک وظیفه شما به عنوان پلیس ایجاد نظم عامه است و تأمین امنیت شهروندان است. در اینجا تلویزیون یک گزارش تهیه کرده بود در رابطه با تگدیگری یا پدیده گدایگری در شهر کابل. در اونجا ما گزارش دیدیم و با وضوح مشاهده کردیم که عوامل مختلف در نقاب که این مردم به عنوان تگدیگر یا گدایگر میپوشن کارهای مختلف دیگر هم انجام میتن، از جمله انتحار، از جمله تأمین منابع تروریستی در شهر کابل، جاسوسی و مسائل مرتبط به این که نظم عامه را مختل میسازه. وزارت داخلی افغانستان ریاست کشف هم داره، استخباراتش هم کار میکنه. چند مرتبه یا چند بار شما شناسایی کردین افراد حقیقی را که در اینجا دست به این اقدامات غیر اخلاقی و یا هم به خاطر مختل ساختن نظم عامه و امنیت شهروندان کار کردن؟
شناسایی کردین پولیس نکردین؟ بر دو شیوه یک نظم درگ اجتماع میتونن به وجود بیارن. یکی با موجودیت فیزیکی پولیس که ما شیوه پیره گزمایات پوشش امنیتی محلات شهرها را بدوش داریم و به شکل غیر مرئی یا پوشش های اپراتیفی است که شهر تحت پوشش قرار میده و عواملی که سبب ناامنی یا جرم در یک شهر میشه یا تشخیص و بعدا به گرفتار میکنم. واضح است موارد در جریان وظایف وجود داره، قسمی که من قبلا به شما عرض کردم دو موارد تشخیص شده که از شیوه یا اسلوب گدایی استفاده کرده مجرمین فعالیت های تروریستی. یعنی از مردم شهر یا موظفین کوشش کرده که غافلگیر بکنه به عنوان یک گدایگری که دلسوزی مردم مطرح میشه فعالیت های جرمی خود زیر نقاب از او اجرا بکنه. دو عملی انتحاری که در ریشخور و در ترخیل بود؟ بله. حالا کسی که در گزارش تلویزیونی یک مصاحبه کرد و نخواست که هویتش فاش شود، شما اگر گزارش را دیده باشین در اونجا مستقیما گفت که قاچاق سلاح، انتحار، ترور، انتقال همون مسائل امنیتی از داخل افغانستان به بیرون از کشور و مسائل جرمی اخلاقی تا سمی افراد صورت میگیره. غیر این دو مورد که در ریشخور و ترخیل صورت گرفت، شما چه شناسایی کردین، چه اقدامات تا به حال انجام دادین؟ بعضی دیدگاه و عدسیات است که از لحاظ امکاناتی که از این شیوه میتونه مجرمین استفاده بکنه مردم شاید هم شما شریک ساخته باشه، اما به نمونه به شکل موثقش که ریاست تحقیقات جنایی کابل داره یا پلیس تحت کار داره، اطلاعات یا معلومات های اپراتیفی کشفی و معلومات هایی که ما از اجتماع محیط داریم عین عوامل که در ما عرضی پرچون مواد مخدر در قسمت سرقت بعضی اموال و اشیای مردم در جرم تروریستی، در جرم اخلاقی و امثال از این شیوه تگدی استفاده صورت میگیره. اما به صورت اخص که ما به اساس شواهد، دلایل و مدارکی که داریم قضایا را بالفعل تثبیت کردیم، گرفتار شدن. دو مورد است که هم در مورد جرم تروریستی است و هم در مورد سرقت ها وجود داره که بین یا در نقاب تکدی و یا در حرفه تکدی تانستن که دست به اعمال جرمی بزنن. ممنون. و یک میان برنامه کوتاه و بعد از میان برنامه دوباره برمیگردیم.